پای چلمونه. این داستان اژدهای دریا. روزی روزگاری در سرزمین دوردست امیری زندگی میکرد که بسیار شجاع و با درایت بود و به مشکلات مردم رسیدگی میکرد. آه سلام کبوتر عزیزم، خسته نباشی. امروز برایم چه خبر آوردی؟ وای حالا چی کار کنم؟ بفرمایید. سلام امیر، ببخشید اگر مزاحم شدم. سلام، نه اتفاقا میخواستم صدات کنم. آخه نامه‌ای به برادرم نوشتم، میخواستم که اونو برام بفرستی. امیر منو ببخشید، ولی چند لحظه پیش کبوتر نامرسان یک نامه آورد. متاسفانه خبر زیاد خوشی براتون ندارم. چی؟ خبر بد؟ زود بخون ببینم موضوع چیه. چشم امیر. سلام به برادر عزیزم، نمیخواستم در این موقعیت کاری که حسابی سرت شلوغ مزاحمت بشم، اما ناچار شدم این نامه را برایت بنویسم. برادرزادت یک هفته است که به شدت مریض شده. ما داروی این بیماری رو نداریم و حکیم گفته که این دارو فقط در سرزمین شما پیدا می شود. اسم اون گیاه کفتر بوده است. امیدوارم که بتونی اونو پیدا کنی و برام بفرستی. اما باید بهت بگم که اژدهای دریاچه تازگی از خواب بیدار شده و هرچی کشتی و قایق میاد همشونو غرق میکنه. به خاطر همین باید خیلی مواظب باشی. هرچه سریتر نامه ای بنویس و به برادرم بگو که دارو رو هر جور شده برات میارم. چشم امیر، با اجازه. خب وزیر جان، به نظر تو چجوری میشه این دارو رو گیر آورد؟ امیر، توی این سرزمین فقط یه نفر رو میشناسم که میتونه این دارو رو داشته باشه. خب بگو اون کیه؟ اون یه حکیم پیره که بالای کوهی که دوتا جنگل از اینجا فاصله داره تنها زندگی میکنه و توی کوها به دنبال داروهای مختلف گیاهی. البته رفتن به اونجا یه کمی سخته. باشه، هر چقدر هم که سخت باشه به خاطر برادرزادم میرم. زود بگین اسب ما رو آماده کنه. امیر، حالا گیریم دارو رو گیر آوردید، اژدهای دریا رو چه کار میکنی؟ برای اونم یه فکری میکنم. خب من میرم تا دارو رو گیر بیارم. شما هم تو این فرصت کشتی ما رو حاضر کنید. چشم امیر، خیالتون راحت باشه. خب فعلا خدا حافظ. خدا نگهدار. بله، امیر حاضر بود برای نجات جون برادرزادش هر کاری که لازم باشه انجام بده. به خاطر همینم از جنگل ها و کوه ها و دره ها گذشت. به گمانم رسیدم. بیا تو دروازه. این حکایت برادرزاده من بود. حالا از این گیاه کفتر بوته داری به من بدی؟ بله، شانس آوردی یکم از اونو دارم. سب کن الان برات میارم. آه خیلی ازت ممنونم. مطمئنن حال برادرزادت با این گیاه خوب میشه، اما باید به یه چیز خیلی دقت کنی و اون طرز تهیه گیاهه. این گیاه باید 7 ساعت داخل یک دیگچه برنجی جوشونده بشه. بعدش باید بذاری خوب سرد بشه که اون وقت باید 2 تا 3 قاشق به بیمار بدی. اگه کسی همینطوری برگشو بخوره اتفاق خیلی بدی میفته. حکیم واقعا متشکرم، این لطف بزرگی بود که در حق من کردی. خدا حافظ. می‌بینم که کشتی رو آماده کردی. آفرین، اینم دارو. من دیگه باید برم. قربان، خداوند یاریتون کنه. ممنون، خدا حافظ دوستان. به امید دیدار. خدا حافظ امید. به امید دیدار.
مجبور شد من این صخره رو ندیدم. بودم یکی به دریا اومده بچه اینکه نمیدونه اینجا خلال بگه میده. آهای اشتها سلام. آه چی؟ ببینم تو دیگه کی هستی؟ با چه جرأتی وارد قلم روی من شدی؟ ای اژدهای بزرگ، من برای دیدن یکی از آشناها عازمم و از اینکه مزاحمت شدم خیلی معذرت میخوام. معذرت میخوای؟ داری تو دستم لد کنم؟ نمیخواستم مزاحمت بشم، راستش یه چیز مهمی رو باید به دست برادر زادم برسونم. اون چیه؟ نکنه چیز مهم همونه؟ اون هیچی نیست. آزود بگو اون چیه وگرنه همینجا کشتی رو روزنت خراب میکنه. باشه خراب نکن، الان بهت میگم. اون گیاه قدرته. کی؟ قدرت؟ گیاه قدرت سر به سرم میزنی؟ نه راست میگم، هر کی این گیاه رو بخوره قدرتش چند برابر میشه. ای بابا قدرتی چند برابر میشه؟ خب چطور یکم اینجا امتحان بکنه؟ آره بهتره یه برگش رو امتحان کنی، من مطمئنم که قدرت شما چند برابر میشه. مزدش که بعد نیست، یعنی چند لحظه دیگه زور من چند برابر میشه؟ بهتره برای این که زورتون زیادتر بشه یه برگ دیگه هم بخوری. فکر بدی نیست، اینجوری بهتره. چرا اینجوری میشم؟ چرا اینجوری شد؟ حکیم راست میگفت، اگه برادر زادم دارو رو همینجوری میخورد چی میشد؟ چقدر از دیدنت خوشحالم، میدونی چند وقت ندیدم. دلم برات خیلی تنگ شده، منم از دیدنت خیلی خوشحالم. حالا بگو برادر زادم حالش چطوره؟ حالش تعریفی نداره. بله پیداش کردم، بیا اینجاست. با این دیگه حتما حالش خوبه. ولی قبل از خوردن باید 7 ساعت داخل یه دیگه برنجی جوشونده میشه. یکچه یه برنجی رو از کجا بارو فقط وقتی که اون خوابه باید برش داریم و باید صبح زود بذاریم سر جاش. فکر خوبیه، ببینم چی کار میکنی. ببخشید مادر بزرگ. ساعت شد، حالا بکش توی این یک کاسه بذار سرد بشه. باشه. بله بچه ها، با شجاعت و مهربانی امیر حال برادر زادش خوب شد و دوباره تونست خوشحال و شاد زندگی کنه.